سلام دوستان عزیز، به ویدیو جدیدم خوش اومدید. امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی این قسمت سوالات 436 تا 460 رو میخوام براتون ترجمه کنم. میریم سراغ سوالاتمون. 436: Welche Gefahren können entstehen, wenn Sie mit eingeschaltetem Fernlicht fahren? وقتی که با چراغ نور بالا رانندگی کنید چه خطراتی میتونن به وجود بیان؟ جواب اول: Entgegenkommende werden geblendet. راننده هایی که از مقابل میان کور میشن. این درسته؟ جواب دوم: Wild auf der Fahrbahn wird geblendet und bleibt im Lichtkegel stehen. حیوان وحشی روی جاده کور میشه و توی دایره نور میسته. توی ویدیو قبلی هم توضیح دادم، گفتم مثلا آهو یا گوزن وقتی نور شدیدی میبینن وای میستن و به نور نگاه میکنن. خب اینم درسته؟ جواب سوم: liegen gebliebene Fahrzeuge auf meiner Fahrbahnseite werden zu spät erkannt. وسایل نقلیه متوقف مانده روی جاده سمت من خیلی دیر شناسایی میشن یا تشخیص داده میشن. خب این اشتباهه. وقتی شما با نور بالا رانندگی کنید اونا رو سریعتر میبینید، نه اینکه دیرتر ببینید. 437: Sie erkennen nachts auf einer Landesstraße Personen auf ihrer Fahrbahnseite. Wie verhalten Sie sich, wenn Sie durch ein entgegenkommendes Fahrzeug geblendet werden? شما هنگام شب توی جاده بیرون شهری افرادی رو روی جاده سمت خودتون میبینید. وقتی توسط یک راننده ای که از مقابل میاد کور بشید چگونه رفتار میکنید؟ جواب اول: Ich vermindere die Geschwindigkeit und schalte Fernlicht ein. سرعت رو کاهش میدم و چراغ نوربالا رو روشن میکنم. خب این اشتباه. شما با این کارتون اون راننده که از مقابلتون میاد رو براشون اختلال ایجاد میکنید. جواب دوم: Ich vermindere die Geschwindigkeit und schaue zum rechten Fahrbahnrand. سرعت رو کاهش میدم و به سمت راست جاده نگاه میکنم. این درسته، یعنی که شما مستقیم به نور اون راننده مقابل نگاه نمیکنید و کمی به سمت راست نگاه میکنید که بتونید تا یه حدودی ببینید. جواب سوم: Ich vermindere die Geschwindigkeit und halte notigenfalls an. سرعت رو کاهش میدم و در صورت لزوم توقف میکنم. اینم درسته. سرعتتون رو شما کاهش میدید و اگر دیدید که دیدتون خیلی خرابه و نمیتونید رانندگی کنید، خب در صورت لازم اونجا توقف میکنید. 438: Sie befahren eine Allee mit schmaler Fahrbahn. Was müssen Sie beachten? شما در خیابانی که باریک و دو طرف پوشیده از درخت هست رانندگی میکنید. به چه چیزی باید توجه کنید؟ این علی رو که قبلا گفتم خیابان باریکی هن اکثرا و دو طرفش پوشیده از درخته. حالا اینجا باید به چی توجه کنید؟ خیابانش هم باریکه. جواب اول: Es kann zu Konflikten mit dem Gegenverkehr kommen. Konflikten میشه یه جورایی مناقشه، مشاجره، دعوا یا جدال یا یه جورایی بگو مگویی که با اون رانندهای مقابل به وجود میاد، بهش میگن کانفلیکتن. ترجمه کاملش به این صورته: میتونه یک جدال یا یک مناقشه با اون ترافیک مقابل اتفاق بیفته. خب این درسته، چون اون خیابونش باریکه و ممکنه اونجا یک بالاخره برخوردی یا یک جدال و دعوایی مثلا به وجود بیاد. حالا اینا اینجوری میگن با کانفلیکتن. جواب دوم: Ich muss mit Unebenheiten am Fahrbahnrand durch Baumwurzeln rechnen. این Baumwurzel میشه ریشه درخت. ترجمه کاملش به این صورته: من باید تخمین ناهمواری ها در کنار جاده به خاطر ریشه درخت ها رو بزنم. یعنی باید تخمین بزنیم که به خاطر ریشه درخت ها کنار جاده ممکنه ناهموار باشه. این درسته. وقتی این خیابونه که علی بهش میگم و دو طرف پوشیده از درخته، خب این خیلی وقت هاست که ریشه درخت ها مثلا کمی یا ممکن از سطح زمین زده باشه بالا یا اینکه باعث بشه اون سطح جاده رو کمی به صورت ناهموار بکنه. پس این درسته. جواب سوم: Ich darf nur so schnell fahren, dass ich innerhalb der halben Sichtweite anhalten kann. Sichtweite میشه طول دید یا وسعت دید. ترجمه کامل جوابمون به این صورته:
اجازه دارم در حدی سرعت داشته باشم که بتونم در عرض نصف طول دید توقف کنم. مثلا توی خیابونی شما تا فاصله 100 متر رو میبینید. حالا سرعت شما باید در حدی باشه که وقتی میخواید ترمز بگیرید و توقف کنید، طول ترمز یا توقف کردنتون 50 متر باشه، یعنی در حد اون نصف طول دیدتون باشه. خب اینم درسته. 439 Sie fahren schon lange mit höherer Geschwindigkeit. Welche Auswirkungen kann dies haben? خیلی وقت دارید با سرعت بالا رانندگی میکنید. این میتونه چه تأثیراتی داشته باشه؟ جواب اول: Die Konzentrationsfähigkeit nimmt ab. توانایی تمرکز کاهش پیدا میکنه. یعنی دیگه نمیتونید درست تمرکز کنید. این جواب درسته؟ چون مثلا شما 5 ساعت یا 6 ساعت توی اتوبان با سرعت بالا رانندگی کنید، بعدش وارد شهر بشید، همون چند دقیقه اول تمرکز درستی ندارید، چون توی اتوبان نیازی به تمرکز زیاد ندارید، همش مستقیم رانندگی میکنید، ولی توی شهر باید حواستون به همه چی باشه، مثلا چراغ‌ها، عابر پیاده، به چپ و راست پیچیدن و خیلی چیزای دیگه که همه اینا به تمرکز بالایی نیاز دارن. جواب دوم: Das Gefühl für die Geschwindigkeit lässt nach. احساس شما نسبت به سرعت کاهش پیدا میکنه. یعنی نمیتونید اندازه سرعت رو درست احساس کنید. مثلا چون چند ساعت با سرعت بالا رانندگی کردید و حالا توی شهر هستید و باید با سرعت 50 تا یا مثلا بعضی جا با سرعت 30 تا رانندگی کنید، همش احساس میکنید خیلی سرعتتون کمه. این یعنی اینکه احساس شما نسبت به سرعت کاهش پیدا کرده. این جوابمونم درسته. جواب سوم: Das Gefühl für die richtige Kurvengeschwindigkeit wächst. احساس شما نسبت به سرعت درست سر پیچ رشد میکنه. یعنی احساس شما نسبت به سرعت سر پیچ بهتر میشه. این اشتباهه. 440 Wozu kann langes Fahren mit höherer Geschwindigkeit führen? رانندگی با سرعت بالا برای مدتی طولانی باعث چه چیزی میشه؟ جواب اول: Das Gefühl für die Geschwindigkeit lässt nach. احساس شما نسبت به سرعت کاهش پیدا میکنه. خب این درسته؟ جواب دوم: Die Reaktionsbereitschaft nimmt zu. آمادگی به واکنش زیاد میشه. یعنی آمادگی شما برای اینکه کاری انجام بدید زیاد میشه. همچنین آماده عکس العمل و واکنش هستید شما. خب این اشتباهه. جواب سوم: Es wird zu dicht aufgefahren. خیلی نزدیک به راننده جلویی رانندگی میکنید. اینم درسته. چون شما با سرعت بالایی برای مدتی طولانی رانندگی کردید، حالا اومدید مثلا توی شهر، هی احساس میکنید سرعت ها کمه، همه دارن آروم رانندگی میکنه، واسه همین شما خیلی نزدیک به راننده جلویی رانندگی میکنید و فکر میکنید سرعت کمه، واسه همین این جواب درسته. 441 Wann besteht die Gefahr, dass die eigene Geschwindigkeit unterschätzt wird? چه زمانی این خطر وجود داره که سرعت خود را دست کم بگیرید؟ جواب اول: Wenn die Straße breit und ohne Randbebauung ist. Randbebauung من ترجمه کردم بناهای کنار جاده. حالا این Randbebauung میتونه حالا هر بنایی باشه، ممکنه خونه، آپارتمان باشه، ممکنه فروشگاه یا مغازه و کلن هر چیز دیگه ای باشه. من بناهای کنار جاده ترجمه کردم اینو. حالا ترجمه کاملش به این صورته: زمانی که خیابان پهن و بدون هیچ بنایی باشه، بدون هیچ بنای کنار جاده باشه. خب این درسته، چون وقتی خیابون یا اون اتوبان یا هر چیزی که از پهن باشه، خیلی بزرگ باشه و کنار جاده هم هیچ چیزی نباشه، مثلا فرض کنی بیابون باشه، یه همچین جایی شما سرعتتون رو دست کم میگیرید. مثلا دارید با سرعت 160 رانندگی میکنید، ولی به نظرتون میاد دارید با سرعت 100 تا 120 رانندگی میکنید، چون هیچی نیست که اونجا مثلا این احساسو بهتون بده که آره سرعتتون بالاه. وقتی مثلا کنار خیابون، کنار اون اتوبان، خونه و بنایی که باشه، اینا تونتون از کنارتون عبور میکنه و شما اونجا سرعتتون رو درست احساس میکنید، ولی همچین جایی که وقتی خیابون پهنه و هیچ کنار
خیابون هیچی هم نیست، یه همچین جای شما سرعتتون رو دست کم میگیرید. جواب دوم، wenn man schon lange mit höherer Geschwindigkeit gefahren ist. وقتی که آدم زمان طولانی با سرعت بالا رانندگی کرده باشه، اینم درسته. شما وقتی مثلا 2-3 ساعت با سرعت 160-170 رانندگی کنید، یه موقعی میشه که دیگه احساس میکنید این سرعتی با اینکه 160-170 تا میرید، به نظرتون میاد که با دارید با سرعت 100 تا رانندگی میکنید، براتون یه جورای عادی میشه. اینم درسته. جواب سوم، wenn die Randbebauung der Straße ständig wechselt. وقتی که بناهای کنار جاده مدام عوض بشه. منظور از این که بنا عوض بشه یعنی مثلا چند تا خونه آپارتمان باشه، بعد چند متری هیچ چیزی نباشه کنار جاده و دوباره این وضعیت همینجور تکرار بشه، خونه بیاد و بعدش هم یه فاصله هیچ چیزی نباشه. این جواب اشتباهه، چون من تو این جواب اولی گفتم که وقتی همچین چیزی باشه شما سرعتتون رو دیگه دستی کم نمیگیری. وقتی کنار جاده هی تون تون خونه و آپارتمان و نمیدونم درخت و یا این چیزایی بیاد از کنارش عبور کنید، تون تون این قشنگ میفهمید که سرعتتون بالاست، داره اینا تون تون از کنارتون عبور میکنه. ولی وقتی هیچی نباشه دیگه همچین موقعی سرعتتون رو شما دستی کم میگیرید. پس جواب سوممون یه جورایی میشه گفت برعکس جواب اوله. 442، was kann zu einer gefährlichen Unterschätzung der eigenen Geschwindigkeit führen? چه چیزی میتونه باعث دست کم گرفتن خطرناک سرعت خودمون بشه؟ جواب اول، langes Fahren mit höherer Geschwindigkeit. رانندگی طولانی با سرعت بالا. این درسته. شبیه همون سوال و جوابای قبلی ایناست. جواب دوم، فارن اوف اینر برایتن گود اوسگباوتن شتراسه. رانندگی توی یک خیابان پهن و خوب ساخته شده. اینم درسته، یه همچین جایی هم شما سرعت رو دست کم میگیرید و اینا خیلی خطرناکه، چون اینجا گفته تو اینر گفلشن اونتشتسون، یک دست کم گرفتن خطرناک که میتونه خیلی خطرناک باشه. جواب سوم، شتاکس موتورن اوند رایفن گرویش. سر و صدای شدید موتور و لاستیک ها. خب این اشتباهه، اینا وقتی سر و صدا داشته باشن دیگه شما سرعتتون رو دست کم نمیگیرید، اصلا ربطی به دست کم گرفتن سرعت اینا نداره وقتی موتور و غیفن یا لاستیک ها سر و صدا داشته باشن. 443، sie nähern sich mit hoher Geschwindigkeit einer engen Linkskurve. Warum müssen sie bereits vor der کوره دی گشوندیکایت فرمیندن؟ شما با سرعت بالایی به یک پیچ چپ باریک نزدیک میشید. یک پیچ چپیه که باریک هم هست. چرا باید قبل از رسیدن به پیچ سرعت رو کاهش بدید؟ جواب اول، weil sie sonst nach links aus der Kurve fliegen. چون در غیر این صورت شما سر پیچ به سمت چپ پرت میشید. این اشتباهه. چرا؟ چون شما وقتی یه پیچ سمت چپی باشه و با سرعت بالا این پیچ رو بخواید عبور کنید، چون پیچ سمت چپه ماشین شما به سمت راست از این پیچ پرت میشه. حالا یا پرت یا همون منظور که ماشین چپ میکنه به سمت راستش. شما حتما برای همتون پیش اومده وقتی مثلا یه پیچ حالا سمت چپ یا راستی هستش، شما راننده که با سرعت بالا رانندگی کنه همه کج میشن به جهت مخالفش. اینو همه تجربه کردن. منظور این سوال و جوابم دقیقا همونه. حالا جواب دومش ببینیم چه جوریه. weil sie sonst nach rechts aus der Kurve fliegen. چون در غیر این صورت شما سر پیچ به سمت راست پرت میشید. این درسته. یعنی یه جوری میشه گفت در مخالف هم دیگه. شما وقتی به پیچ سمت چپ میرید، اگه سرعت بالا باشه به سمت راست ماشین چپ میکنه یا پرت میشه. اگه به پیچ سمت راست باشه ماشین به سمت چپ پرت میشه یا چپ میکنه. اینو همتون تجربه کردید موقعی که حالا یا خودتون راننده باشید یا اینکه مسافر باشید، به عنوان مسافر اینو تجربه کردید که مثلا خم میشید به سمت مخالف اون پیچ. جواب سوممون، weil sie ins Schleudern geraten, wenn sie erst in der Kurve bremsen. چون اگر سر پیچ ترمز بگیرید به چرخش میفتید، یعنی ماشینتون به چرخش میفته، دور خودش میچرخه. این درسته. اینم فقط جواب اولمون اشتباهه. 444،
Was ist für die Wahl der Geschwindigkeit beim Befahren von Alleen mit geringer Fahrbahnbreite von besonderer Bedeutung? هنگام رانندگی در خیابانی که دو طرف پوشیده از درخت و جاده باریک داره چه چیزی برای انتخاب سرعت از اهمیت ویژه‌ای برخورداره؟ یعنی توی خیابانی که دو طرفش پوشیده از درخته و جادهش هم باریکه رانندگی میکنید، اینجا وقتی بخواید سرعتتون رو انتخاب کنید که مثلا با چه سرعتی میخواید رانندگی کنید، چه چیزی رو باید در نظر بگیرید؟ هنگام انتخاب سرعت چه چیزی خیلی اهمیت داره؟ جواب اول: das gleichzeitige Abschätzen des Seitenabstands zu den Bäumen und zum Gegenverkehr. تخمین زدن همزمان فاصله کناری از درخت ها و از ترافیک مقابل. این جواب درسته؟ جواب دوم: das bei einem entgegenkommenden breiten Fahrzeug unter Umständen in der halben übersichtbaren Strecke angehalten werden muss. وقتی یک وسیله نقلیه با عرض زیاد از مقابل میاد، در صورت لزوم و تحت شرایطی در نیمه مسیر قابل مشاهده باید توقف بشه. مثلا ماشینی که از مقابل میاد فاصلش با شما 100 متره و شما تحت شرایطی که اونجا ممکنه پیش بیاد باید تقریبا 40 یا 50 متر رانندگی کردید بعدش بتونید اونجا توقف کنید، چون اون ماشینی که از مقابلتون میاد عرضش زیاده و ممکنه همزمان نتونید از کنار هم دیگه عبور کنید. خب این جوابم درسته؟ جواب سوم: die schnell wechselnden Lichtverhältnisse erleichtern das Abschätzen der seitlichen Abstände. سریع تغییر کردن نور تخمین زدن یا ارزیابی کردن فاصله از کنار رو آسون میکنه. سریع تغییر کردن نور به خاطر اینه که نور از بین درختها به شما میخوره و چون دارید رانندگی میکنید نور هی تغییر میکنه. حالا گفته سریع تغییر کردن نور تخمین زدن فاصله از کنار رو آسون میکنه. خب این اشتباهه، چون اصلا ربطی به تخمین زدن و اینا نداره. 445: wo müssen Sie mit plötzlich auftretenden gefährlichen Situationen rechnen? کجاها باید تخمین رخ دادن ناگهانی وضعیت های خطرناک رو بزنید؟ جواب اول: in Waldgebieten، در مناطق جنگلی. این درسته؟ جواب دوم: hinter Bergkuppen، پشت تپه ها، جایی که خیابون از روی تپه عبور کرده باشه، به حالت تپه مانند باشه و پشت اونام شما باید تخمین موقعیت های ناگهانی خطرناک رو بزنید. اینم پس درسته. جواب آخرمون: فوشولن، جلوی مدرسه ها. خب اینم درسته، این یه همچین جایی هم باید شما تخمین این وضعیت های موقعیت های ناگهانی خطرناک رو بزنید که ممکنه یک موقعیت خیلی ناگهانی و خطرناک اونجا اتفاق بیفته. 446: warum kann es gefährlich sein, wenn Sie als Letzter einer Kolonne sofort überholen, nachdem der Gegenverkehr gerade abgerissen ist? تو این تصویر اگه ببینید به این میگن کلونه. من ردیفی از ماشین ها ترجمه کردم که نمیدونم حالا به فارسی چی میشه، کلمه اصلا داریم براش یا نه، ولی نمیدونم، واسه هم من این تصویر رو بهتون نشون میدم و توی ترجمه سوالم به صورت ردیفی از ماشین ها اینو ترجمه کردم. وقتی یه ماشینی مثلا آروم اینجا رانندگی میکنه، مثل این الکاوی داره آروم رانندگی میکنه، پشت اینا یه ردیفی از ماشینا اونجا درست میشه چون سرعت اون الکاوی کمه. به این حالت که همه پشت سر هم توی صف دارن رانندگی میکنن توی ردیف بهش میگن کلونه. حالا مثلا یه شخص پلیتیکه، یه شخصی مثلا خیلی مهمم که میان اسکورتش میکنن، پشتش مثلا همه ردیف شدن، به همچین وضعیتی هم میگن کلونه. کلا در کل، حالا چه به این صورت توی اتوبان باشه یا اینکه مثلا یه فرد مهمی رو مثلا میخوان یه جایی ببرن پشتش یه 7 8 تا 10 تا ماشین مثلا اینجوری ردیف شدن، اینا کلا به این ردیف شدن ماشینا پشت سر هم بهش میگن کلونه. حالا ترجمه سوال به این صورته: وقتی که شما در انتهای ردیفی از ماشینا هستید و بعد از عبور کردن ترافیک مقابل سریعا سبقت بگیرید، چرا این کار میتونه خطرناک باشه؟
تو این سوال باید به این کلمه letzte، اینجا وقتی نوشته wenn sie als letzte eine Kolonne، وقتی که شما در انتهای ردیفی از این ماشینا باشید و بخواید سبقت بگیرید، چرا این کار میتونه خطرناک باشه؟ جواب اول، weil ein eventuell notwendiges Wiedereinscheren in die Kolonne zu einem Unfall führen kann. چون بازگشت احتمالی شما به داخل ردیف ماشین ها میتونه باعث تصادف بشه. این جواب درسته، چون شما فرض کنید نفر آخرید که اینجا هم گفته شما انتهای ردیفید و میخواید سبقت بگیرید، میاید توی لاین سمت چپ که بخواید سبقت بگیرید، یه چند متر جلوتر میشید میبینید ترافیک مقابلی میاد، ماشین یا کامیون، حالا هر چیزی، و شما واسه همین مجبور میشید دوباره به لاین خودتون بین این ماشینا برگردید. خب همچین موقعیتی احتمال اتفاق افتادن تصادف خیلی بالاه. جواب اولم منظورش همینه که میتونه باعث تصادف بشه. جواب دوم، weil sie damit rechnen müssen dass auch andere zum überholen ausscheren. چون باید تخمین این رو هم بزنید که بقیه هم شروع به سبقت گرفتن میکنن. خب اینم درسته، چون اونایی که جلوی شما هستن در اصل حق با اوناست که اول سبقت بگیرن، پس شما باید تخمین این بزنید که اونا هم میخوان سبقت بگیرن. جواب آخرمون، weil der Überholweg nicht ausreichen könnte. چون مسافت سبقت گیری نمیتونه کافی باشه. اینم درسته، چرا؟ چون جلوی شما یه ردیفی از ماشین هست، نه اینکه یکی دوتا باشه که بتونید سریع ازشون سبقت بگیرید، پس این مسافت سبقت گیریتون خیلی طولانی میشه و این میتونه کافی نباشه. 447، Sie werden überholt und der Gegenverkehr kommt gefährlich nahe. Trotzdem setzt das andere Fahrzeug den Überholvorgang fort. Wie verhalten Sie sich? از شما سبقت گرفته میشه و ترافیک مقابل داره نزدیک میشه. با این حال وسیله نقلیه که داره سبقت میگیره روند سبقت گیری رو ادامه میده. چگونه رفتار میکنید؟ یعنی یه ماشین شروع میکنه از شما سبقت بگیره، ترافیک مقابل هم داره نزدیک میشه و این ماشینه بازم به سبقت گرفتنش ادامه میده. حالا چی کار باید بکنید؟ جواب اول، ich fahre äußerst rechts und behalte die Geschwindigkeit bei. تا حد زیادی خودم رو به سمت راست میگیرم و سرعت رو حفظ میکنم. خب این اشتباهه. حالا در ادامهش ما اینو که بخونم براتون، من بهتون میگم چرا این جواب یک اشتباهه. شما به سمت راست میگیرید و سرعتتون رو حفظ میکنید، یعنی سرعتتون رو نه کم میکنید نه زیاد میکنید. جواب دوم، ich fahre äußerst rechts und erhöhe die Geschwindigkeit. تا حد زیادی خودم رو به سمت راست میگیرم و سرعت رو زیاد میکنم. خب اینم اشتباهه. جواب آخرمون، ich fahre äußerst rechts und verringere die Geschwindigkeit. تا حد زیادی خودم به سمت راست میگیرم و سرعت رو کاهش میدم. این درسته. چرا؟ وقتی جواب اول دوم میگه سرعت رو حفظ میکنم یا سرعت رو زیاد میکنم، خب این باعث میشه که اون شخصی که داره سبقت میگیره از شما، اون نمیتونه برگرده تو این لاین خودش. و جواب آخر میگه سرعت رو کاهش میدم، شما باید سرعتتون رو کم کنید که این طرفی که داره ازتون سبقت میگیره بتونه سریع جلوی شما دوباره برگرده توی لاین خودش تا هیچ تصادفی اتفاق نیفته. 448، Wann kann ein schnell fahrender PKW auf trockener, gerade Straße seitwärts ausbrechen? Seitwärts ausbrechen میشه به سمت چپ یا راست کشیده شدن یا از جاده خارج شدن، یه همچین چیزایی. حالا ترجمه کاملش به این صورته، چه زمانی یک خودروی سواری که روی جاده مستقیم و خشک سریع رانندگی میکنه، یعنی با سرعت بالا رانندگی میکنه، به بغل کشیده بشه یا به بغل بره، یعنی به سمت چپ یا راست کشیده بشه یا مثلا از جاده خارج بشه. چه زمانی همچین اتفاقی میفته؟ اونم توی جاده صاف مستقیم و خشک، یعنی خیسم نیست که طرف بگیم سر خورده. جواب اول، wenn plötzlich Gegenwind auftritt. Gegenwind میشه باد مخالف، یعنی بادی که از روبرو بهتون میزنه. Gegenwind ترجمه کاملش به این صورته، وقتی که ناگهان باد مخالف رخ بده. خب این اشتباهه، یعنی اصلا ربطی به این نداره که طرف
seitwärts. اینجا قشنگ گفته به بغل از خیابان مثلا کشیده بشه یا خارج بشه. و این وقتی میگه باد مخالف، خب باد مخالف ربطی به بغل کشیدن نداره. جواب دوم، wenn er plötzlich von starkem Seitenwind erfasst wird. این دیگه پیداست از این کلمه Seitenwind، یعنی باد از بغل. ترجمهش به این صورته، وقتی ناگهان باد شدیدی از بغل بهش بخوره. این درسته، این ممکنه باعث بشه طرف از جاده خارج بشه، حالا به سمت چپ یا راستش فرق نمیکنه. جواب سوم، wenn ein Reifen platzt. وقتی یک لاستیکی بترکه، یکی از لاستیکا بترکه. این درسته، یه همچین موقعی هم این خطر وجود داره که طرف به سمت چپ یا راست از جاده کشیده بشه یا از جاده خارج بشه. 449، was erleichtert das Fahren im Kolonnenverkehr. چه چیزی رانندگی توی یک ردیفی از ماشین ها رو راحت میکنه؟ که این کلونه رو هم گفتیم بهتون به چه صورته. حالا چه چیزی این رانندگی توی همچین ردیفی از ماشین ها رو آسون میکنه؟ جواب اول، فاغن میت شتندیگ انگشالتتم وان بلینک لیخت. رانندگی با چراغ خطر روشن، یعنی همیشه چراغهای خطرتون روشن باشه، مدام توی وقتی تو این ردیف هستید چراغهای خطر روشن باشه. این اشتباهه، چون چراغ خطر فقط موقع خطر شما روشن میکنید، نه اینکه هر موقعی که دلتون خواست یا همچین موقعی. Das Beobachten der Kolonne durch die Scheiben der Vorausfahrenden. زیر نظر داشتن ردیف ماشین ها از شیشه ماشین جلویی، یعنی از شیشه ماشینی که جلوی شما هست بقیه ماشین ها رو زیر نظر داشته باشید که مثلا کی ترمز میگیرن، کی میخوان سبقت بگیرن، کجا و کی میخوان بپیچن و بقیه موارد. خب این درسته، همچین کار رو من شخصا خودم مثلا همیشه میکنم، اینو همه این کارو میکنم. جواب آخرمون، leicht versetztes fahren im eigenen Fahrstreifen. جابجایی خیلی کم توی لاین خودتون، یعنی وقتی میخواید راننده های جلویی رو نگاه کنید و زیر نظر داشته باشید که اینا چیکار میکنن یا اون جلو چه اتفاقی افتاده، یا شما یه همچون موقعی توی همون لاین خودتون کمی به سمت راست یا چپ برید تا جلو رو ببینید و هیچ وقت نباید برید توی لاین ترافیک مقابلتون. مثلا توی این تصویر رو ببینید، به این صورت به این میگن leicht versetzt، یعنی یک جابجایی خیلی کم، یک کمی به سمت راست، این یکی به سمت چپ میگیره، ولی هیچ موقع نباید بیاید توی این لاین سمت چپی که میشه لاین ترافیک مقابلتون، این خطرناکه. پس این جواب مونم درسته. 450، was müssen Sie nach einem Wildunfall zum Beispiel mit einem Reh tun. این Z نقطه و B نقطه که میذارن یعنی zum Beispiel. ترجمهش به این صورته، بعد از تصادف با یک حیوان وحشی مثلا با یک آهو چه کار باید بکنید؟ جواب اول، پولیسای اورا دست نکست فاست امت انترخدن. فاست امت میشه اداره جنگلداری. ترجمه کاملش به این صورته، پلیس یا اداره جنگلداری بعدی رو خبر میکنیم. این درسته. جواب دوم، اون انتوهلتن ویتفاقن. بدون توقف کردن به رانندگی ادامه میدیم. خب این اشتباهه، وقتی شما تصادفی میکنید با یک حیوان وحشی باید سریعا به پلیس یا این اداره جنگلداری که تو همون نزدیکیاتون هست شما تماس بگیرید. خب خیلی ها به پلیس تماس میگیرن، زنگ میزنن بهشون، اونا میان دیگه بقیه کارا رو خودشون انجام میدن. جواب آخرمون، انهالتن وانبلینک انلاگ اینشالتن اند اونفالشتل ابزیکن. توقف میکنیم، چراغهای خطر رو روشن کرده و محل حادثه رو ایمن سازی میکنیم. این هم درسته، جواب اول و سوممون درستن. 451، bei schneller Autobahnfahrt platzt ein Reifen an ihrem PKW. Wie verhalten Sie sich? هنگام رانندگی با سرعت بالا توی اتوبان یکی از لاستیک های ماشین شما میترکه، چگونه رفتار میکنید؟ Gas wegnehmen wenn nötig, gegenlenken und vorsichtig abbremsen. گاز رو ول میکنیم، در صورت لزوم در جهت مخالف فرمان میدیم و با احتیاط ترمز میگیریم. یعنی وقتی ماشین به سمت راست کشیده میشه شما باید فرمان رو به سمت چپ بپیچید و اگر ماشین به سمت چپ کشیده میشه شما باید فرمان رو به سمت راست بدید، که به این میگن در جهت مخالف فرمان دادن. این درسته؟
جواب دوم sofort Vollbremsung durchführen, anschließend auf der Seitenstreifen wechseln. فوراً ترمز شدیدی میگیریم و در نهایت میریم روی لاین کناری. این اشتباه چون این باعث میشه که اونجا ممکنه ماشینتون دور خودش بپیچه یا ممکنه که ماشین چپ کنه. هیچ وقت فول برمزونگ رو شما انجام ندید، یعنی ترمز شدیدی نباید بگیرید. جواب سوم möglichst auf dem Seitenstreifen anhalten, Warnblinklicht einschalten und Warndreieck aufstellen. در صورت امکان روی لاین کناری توقف میکنیم، چراغهای خطر رو روشن کرده و مثلث احتیاط یا مثلث خطر رو نصب میکنیم یا قرار میدیم. اینم درسته. 452 Sie erhöhen Ihre Geschwindigkeit von 50 km/h auf 100 km/h. Wie verändert sich der Bremsweg entsprechend der Faustformel? شما سرعتتون را از 50 کیلومتر بر ساعت به 100 کیلومتر بر ساعت افزایش میدید. طول ترمز طبق فرمول سرانگشتی چه تغییری میکنه؟ Er vervierfacht sich von 25 Meter auf 100 Meter. طول ترمز چهار برابر میشه و از 25 متر به 100 متر میرسه. این درسته؟ جواب دوم Er verdoppelt sich von 15 Meter auf 30 Meter. طول ترمز دو برابر میشه و از 15 متر به 30 متر میرسه. اشتباهه. Er halbiert sich von 50 Meter auf 25 Meter. طول ترمز نصف میشه و از 50 متر به 25 متر میرسه. اینم اشتباه، فقط یه جواب درسته، اینم جواب اولیه که از 25 متر به 100 متر میرسه، یعنی 4 برابر میشه. 453 Beim Verlassen einer Ortschaft erhöhen ein ca. 15 Meter vorausfahrendes Fahrzeug und Sie die Geschwindigkeit von 50 km/h auf 100 km/h. Wie sollten Sie Ihren Sicherheitsabstand gegenüber dem Vorausfahrenden ändern? هنگام خارج شدن از یک شهر یا از یک شهرک، وسیله نقلیه‌ای که با فاصله 15 متر جلوتر از شما رانندگی میکنه و خود شما سرعتتون رو از 50 به 100 کیلومتر در ساعت افزایش میدید، یعنی همون راننده جلوی و هم شما سرعتتون رو از 50 تا به 100 تا میبرید، افزایش میدید. شما فاصله ایمنیتون رو از راننده جلوی چگونه باید تغییر بدید؟ یعنی موقع خروج از شهرک یه راننده با فاصله 15 متر از شما داره جلویتون رانندگی میکنه. حالا هر دوی شما و این راننده، یعنی شما و اون راننده، سرعتتون رو از 50 به 100 افزایش میدید. حالا فاصله ایمنیتون رو، شما فاصله ایمنیتون رو از این راننده جلویی چه تغییری میدید؟ جواب اول Ich sollte den Sicherheitsabstand unverändert beibehalten. من باید فاصله ایمنی رو بدون هیچ تغییری همچنان حفظ کنم، یعنی فاصله رو هیچ تغییری نمیدم و با همون فاصله 15 متر از راننده جلوی به رانندگی ادامه میدم. خب این اشتباهه. جواب دوم Ich sollte den Sicherheitsabstand auf mindestens 25 متر erhöhen. من باید فاصله ایمنی رو به حداقل 25 متر افزایش بدم، یعنی فاصله رو از 15 متر به حداقل 25 متر افزایش بدم. خب اینم اشتباهه چون خیلی کمه. Ich sollte den Sicherheitsabstand auf mindestens 50 Meter erhöhen. من باید فاصله ایمنی رو به حداقل 50 متر افزایش بدم. این درسته. 454 Wie müssen Sie sich verhalten, wenn sich ein Zusammenstoß mit Wild nicht mehr vermeiden lässt? وقتی برخورد با یه حیوان وحشی دیگه غیر قابل جلوگیری باشه چگونه رفتار میکنید؟ یعنی که دیگه نمیشه جلوگیری کرد که این تصادف یا اون برخورد اتفاق نیفته، یا همچین موقعی چه کار باید بکنید یا چگونه باید رفتار کنید؟ جواب اول Ich behalte die Fahrtrichtung bei. جهت یا مسیر رانندگی رو حفظ میکنم، یعنی جا خالی نمیدم و به همون حالت مستقیم میرم. این درسته؟ جواب دوم Ich weiche immer aus. همیشه جا خالی میدم. این اشتباهه.
جواب سوم ich bremse so stark wie möglich. تا حد امکان ترمز شدید میگیرم. اینم درسته. شما یه همچین موقعی که وقتی میبینید دیگه نمیشه از این تصادف یا این برخورد جلوگیری کرد، شما باید اون فتغشتونگتون رو حفظ کنید، یعنی که یه همچین موقعی میشه، یعنی که شما باید فرمون رو سفت نگه دارید و نه به سمت راست یا چپ بپیچونید و نه اینکه شل بذارید فرمون رو، چون این باعث میشه وقتی برخورد کنید ممکنه ماشینتون چپ کنه. و جواب دومم اشتباه، چون گفته که جهالی میدیم. خب بخواید جهالی بدید دیگه احتمال اینکه ماشینتون چپ کنه زیاده. 455 Was müssen Sie über die Benutzung der Rückspiegel wissen? در مورد استفاده از آینه عقب چه چیزهایی رو باید بدونید؟ جواب اول Fahrzeuge und Fußgänger im toten Winkel kann ich nicht sehen. وسایل نقلیه و آبرین پیاده در نقطه کور رو نمیتونم ببینم. این درسته. یه قسمتی از ماشین هست که حالا من اینو بعدا توی آموزش رانندگی توی ویدیوی بعدی که خواستم بسازم من سعی میکنم اینو بهتون نشون بدم. یه قسمتی هست که بهش میگن نقطه کور، یعنی شما نه توی آینه بغل میتونید ببینید و نه توی آینه عقبتون. یعنی یه جایی هست که ماشین وقتی میرسه بهتون، مثلا از بغلتون داره یه ماشین میاد از پشت سرتون و میاد از کنارتون میخواد عبور کنه، یه قسمتی میرسه که بهش میگن نقطه کور که اینجا به آلمانی بهش میگن توت وینکل. اونجا دیگه اون ماشین رو، یا حالا ماشین باشه یا هر چیزی دیگه ای باشه، رو شما نه توی آینه عقب میبینید و نه توی آینه بغلتون میبینید، بهش میگن نقطه کور. واسه همین جواب درسته. Fahrzeuge und Fußgänger im toten Winkel kann ich nicht sehen. نمیتونم ببینمشون توی نقطه کور. این درسته. Rückspiegel müssen auf den Fahrer eingestellt sein. آینه عقب باید برای راننده تنظیم شده باشه. یعنی طوری تنظیم شده باشه که راننده بتونه عقب رو ببینه، نه اینکه مثلا مسافر از آینه عقب پشت سر رو نگاه کنه. این خب درسته. باید واسه راننده تنظیم شده باشه. Nach rechts hat der Innenspiegel keinen toten Winkel. آینه عقب به سمت راست نقطه کور نداره، یعنی از آینه عقب سمت راست رو راحت میتونید ببینید، هیچ نقطه کوری نداره. خب این اشتباهه. به سمت چپ و راست به دو طرف نقطه کور دارید شما. 456 Sie fahren in eine Rechtskurve. Ein Motorradfahrer kommt Ihnen mit höherer Geschwindigkeit entgegen. Mit welchen Gefahren müssen Sie rechnen? شما داخل یک پیچ به سمت راست رانندگی میکنید. داخل پیچ از روبروی شما یک موتور سوار با سرعت بالا میاد، تخمین چه خطراتی رو باید بزنید؟ جواب اول Der Motorradfahrer schneidet die Kurve und befährt meinen Fahrstreifen. موتور سوار پیچ را قیچی کرده و روی لاین من رانندگی میکنه. این درسته. این قیچی کردن یعنی شنایدن رو من، کوون شنایدن رو من قبلا هم دو سه بار گفتم، سوال توی سوالات بوده. سر پیچ این شنایدن کردن یا قیچی کردن خیلی زیاد اتفاق میفته، حالا یا ماشینا یا موتوریا این خیلی اتفاق میفته. جواب دوم Der Motorradfahrer wird rechtzeitig bremsen und meine Fahrstreifen nicht befahren. موتور سوار به موقع ترمز میگیره و روی لاین من رانندگی نمیکنه. این اشتباهه. شما باید همیشه این تخمین رو بزنید که اینا قیچی میکنن این پیچو. جواب سوم Der Motorradfahrer ragt wegen starker Schräglage in meinen Fahrstreifen hinein. موتور سوار به خاطر خم شدن خیلی زیاد میاد توی لاین من. این شاید خیلیاتون اینو دیدید که سر پیچ موتور سوارا میان خودشونو خم میکنن و منظور این جواب آخرمون هم همینه که میگه موتور سوار به خاطر خم شدن خیلی زیاد میاد توی لاین من، ممکنه نصف تن اون موتور سوار توی لاین شما باشه. پس اینم درسته. 457 In einer schmalen Straße wollen Sie in einer Steigung Radfahrer überholen. Wie verhalten Sie sich? توی یک خیابان باریک میخواید در قسمت سربالایی از یک دوچرخه سوار سبقت بگیرید. چگونه رفتار میکنید؟ جواب اول Ich muss vorsichtig dicht an den Radfahrern vorbeifahren.
من باید با احتیاط خیلی به دوچرخه سوار نزدیک شده و از کنارش عبور کنم. این اشتباهه. شما هیچ موقع نباید دیخت به اون رانندگی کنید، یعنی خیلی نزدیک بهش رانندگی کنید. هیچ موقع این کارو نکنید چون خیلی خطرناکه با دوچرخه سوار مثلا. جواب دوم: Ich muss größeren Seitenabstand einhalten. من باید فاصله کناری بزرگتری بگیرم. این درسته. جواب سوم: Ich muss den Gegenverkehr vor dem Überholen vorbeifahren lassen. من باید قبل از سبقت گرفتن به ترافیک مقابل اجازه عبور بدم، یعنی بذارم اول ترافیک مقابل عبور کنه بعد سبقت بگیرم. اینم درسته چون اونا حق تقدم دارن، شما نمیتونید راحت برید توی لاینشون و سبقت بخواید بگیرید، باید اونا اول عبور کنن. وقتی کلا اونجا روبروتون هیچ چیزی دیگه نبود بعد میتونید سبقت بگیرید، اونم با فاصله کناری خیلی بزرگ. 458 Sie fahren auf einer Landstraße. Vor ihnen hat sich eine langsam fahrende Fahrzeugschlange von 15 Fahrzeugen gebildet. Wie verhalten sie sich? ترجمهش به این صورته: شما تو یک جاده بیرون شهری رانندگی میکنید. جلوی شما یک ردیف از ماشین هایی که آهسته رانندگی میکنند و 15 تا ماشین هستند درست شده. چگونه رفتار میکنید؟ که اینم میشه همون شبیه کلونه، یعنی ردیفی از ماشینا هستن. اینجا میشه گفت اینم کلونه هست. جواب اول: Ich überhole die Fahrzeuge schnellst möglich. در صورت امکان هرچه سریعتر از اون وسایل نقلیه سبقت میگیرم. این اشتباهه. جواب دوم: Ich bleibe zunächst hinter der Fahrzeugschlange. فعلا پشت ردیف ماشینا میمونم. این درسته. جواب آخر: Ich fordere Vorausfahrende durch Lichthupe und Blinken zum Überholen auf. از راننده های جلویی توسط علامت دادن با نور چراغ و راهنما میخوام که سبقت بگیرن. این اشتباه. شما هیچ وقت نمیتونید همچین کار بکنید، اجازه ندارید. اونا هر موقع خودشون موقعیتش درست بشه سبقت میگیرن خودشون، دیگه نمیتونید شما کسی رو مجبور به کاری بکنید. 459 Sie halten mit ihrem Fahrzeug an, um Mitfahrende rechts aussteigen zu lassen. Dort verläuft ein Radweg. Was sollten Sie tun? شما با ماشینتون توقف میکنید تا مسافر رو از سمت راست بذارید پیاده بشن، یعنی پیاده کنید. اونجا یک مسیر دوچرخه وجود داره. چه کار باید بکنید؟ جواب اول: Ich sollte mich vergewissern, dass keine Radfahrer kommen. باید مطمئن بشم که از اونجا هیچ دوچرخه سواری نمیاد. این درسته. شما باید حواستون به اونا باشه. جواب دوم: Ich sollte die Aussteigenden auf den Radweg hinweisen. باید شخصی که میخواد یا اشخاصی که میخوان پیاده بشن رو نسبت به مسیر دوچرخه آگاه کنم، یعنی به اون مسافر یا مسافرها بگم که حواسشون به مسیر دوچرخه باشه. اینم درسته. جواب سوم: Ich sollte nur den Verkehr im Innenspiegel beobachten. من باید فقط حواسم به ترافیک از توی آینه عقب باشه. این اشتباهه. خب سوال آخرمون 460 Sie erhöhen ihre Geschwindigkeit von 50 km/h auf 100 km/h. Wie verändert sich der Reaktionsweg entsprechend der Faustformel? شما سرعتتون رو از 50 به 100 کیلومتر بر ساعت افزایش میدید. مسیر یا مسافت عکس العمل طبق فرمول سرانگشتی چه تغییری میکنه؟ جواب اول: Er verdoppelt sich von 15 Meter auf 30 Meter. مسیر دو برابر شده و از 15 متر به 30 متر میرسه. این درسته. جواب اولمون. جواب دوم: Er vervierfacht sich von 25 Meter auf 100 Meter. مسیر چهار برابر شده و از 25 به 100 متر میرسه. اشتباهه. توی همچین سوالاتی فقط یه جوابش درسته، نمیتونه دوتا درست باشه. هیچ موقع یه همچین اتفاقی نمیفته. جواب آخرمون: Er halbiert sich von 50 Meter auf 25 Meter. مسیر نصف شده و از 50 متر به 25 متر میرسه. اشتباهه. خب دوستان، اینم از سوالات این قسمتمون. امیدوارم که از سوالات، ترجمه سوالات و ویدیو راضی باشید. اگر مشکل در مورد این سوالات داشتید یا هر سوالی در مورد اینا داشتید، میتونید حتما کامنت بذارید، من
سعی میکنم جوابتون رو بدم. تا ویدیوی بعدی، سوالات بعدی، خدا نگهدار.